فرقی نمی کند در برج آج نشسته اید یا در خانه ای معمولی، راننده هستید یا مدیر کارخانه، در یک نیاز به عنوان انسان مشترکی، رابطه جنسی، مشغولیت ذهنی بشر از ابتدای حیات تا کنون. اما دسترسی به آموزش های آن در ایران تا حد زیادی ممنوع است. زمان زیادی حجب و حیا مانع صحبت درباره آن بود و بعدتر هم حکومت آن را در پستو نهان کرد. معمولا دخترها و پسرها تا زمان ازدواج آموزش اصولی درباره رابطه جنسی نمی‌بینند و آموزش‌های نصف و نیمه کلاس‌های پیش از ازدواج هم بیشتر درباره روش‌های پیشگیری از بارداری است. حالا چند وقتیه که تلاش‌های جست و گریخته‌ای درباره آموزش جنسی در ایران آغاز شده. یکیش مثلا این سایته که پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده، مجوزهای رسمی رو داره. یا مثلا این سایت که سایت فروش اینترنتی یک سری سیدیه، اولین تلاش رسمی و درخور توجه برای آموزش جنسی. اسمشون هست آشنای محبوب و مجموعه از سخنرانی ها و انیمیشن درباره رابطه جنسی. مجوز وزارت ارشاد و هم وزارت بهداشت رو داره. حد زدن دلیل ساختش هم چندان سخت نیست. بعضی آمار دادن که نیمی از طلاق‌های ایران به خاطر مشکلات جنسی است. جوانان درباره این نیاز اساسی یا از لای خطوط سانسور شده کتاب‌ها چیزی می‌خوانند یا در فیلم‌ها چیزهایی می‌بینند و گاهی اولین مواجهه‌شان فیلم‌های پورنو است. اگر هم کسی اجازه آموزش دادن پیدا می‌کند، غلط‌های مشقش زیاد است. سیده‌ها، زن‌های سیده، دخترهای سیده هم دیرتر یائسه میشن، هم تمایل به روابط جنسیشون در هفته حداقل 3 مرتبه است، مگر اینکه مریض باشن. گاهی به جای گرفتن ابرو چشم را کور میکنند. نگین شیراقایی، بی بی سی.